خانم و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه‌های دیدنی کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان بوشهر هست، شهر بندر بوشهر رو انتخاب کردیم برای معرفی و چون بندر بوشهر در کنار دریای نیلگون خلیج همیشگی فارس هست و ما داریم به هر حال جاذبه‌های اطراف اون رو برون می‌کنیم. یکی از جاذبه‌هایی که خیلی مرتبط میشه به این بندر، در واقع میشه گفت ادوات یا کشتی‌ها و همینطور مربوط به چیزهایی میشه که به دریا ربط داره، مثل زیردریایی‌ها، کشتی‌ها و فضای دریایی. برای همین هم ما الان موزه دریانوردی خلیج فارس رو انتخاب کردیم برای معرفی تا بهتون بگیم که اینجا و در این فضا چه جاذبه‌ای هستش، چه وسایل، چه ادواتی هستش. من الان در کنارم هم دو تا زیردریایی میبینم و همینطور کشتی پرسپولیس که اولین کشتی در زمان قاجار بوده که در بنادر ایران حرکت میکرده و الان ما میتونیم این کشتی بزرگ رو اینجا ببینیم که اطلاعات رو هم اونجا هست، بهمون میگه که مربوط به چه دوره‌ای هست، چقدر ظرفیت داره و تا چه زمانی اینجا کار میکرده. با این موزه آشنا میشیم و بعد هم موزه دیگه که به عنوان موزه تجارت دریایی هست اونجا رو هم بهتون معرفی میکنیم و اون فضاهایی که مرتبط میشه به دریا و دریانوردی و زیبایی هایی که در شهر زیبای بندر بوشهره. پس همسفر ما در سفر امروز باشیم. رحیم، با عرض سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر. سید هادی جعفری، مسئول موزه دریا دریانوردی خلیج فارس هستم. این مجموعه موزه دریا دریانوردی خلیج فارس یکی از جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر است که در منطقه سبزآباد بوشهر واقع شده. این موزه در هفتم آذر سال 1387، سال روز نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران و به دست فرمانده وقت نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و به نام موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس مزین شد. این موزه دارای دو بنای تاریخی است، یکی کنسولگری کشور انگلستان و سر کنسولگری معروف به کلافرنگی و همچنین کشتی پرسپولیس، اولین کشتی توپدار جنگی ایران در زمان قاجار و میدان تجهیزاتی هم داریم که آماده شده از تجهیزات و شناورهای سطحی و زیر سطحی که در 8 سال دفاع مقدس مورد استفاده قرار می گرفته. یکی از بناهایی که در این مجموعه کنارش الان هستیم خود سرکنسولگری معروف به کلافرنگی که تجهیز شده از سالن‌هایی به نام سالن تاریخ، سالن مشاهیر استان بوشهر و همچنین سالنی که تجهیز شده از وسایل ظروف نقره که در کشتی رافائل و شناورهای قدیمی نیروی دریای مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین سالن راهبردی نیروی دریای ارتش و سالن مروارید و تجهیزاتی هم هست که اینجا می بینیم کنار خود کلافرنگی تجهیزات قدیمی هست، مثل دستگاه برش، دستگاه چاپ و دستگاه منگنزن و دوربین توپ که چیزایی هست که قدیمی هست و در نداجا مورد استفاده قرار می گیرد. خود کشتی پرسپولیس، اولین کشتی توپدار جنگ ایران در زمان قاجار، این کشتی در سال 1858 میلادی، قریب به 134 سال پیش، از کشور آلمان خریداری شده و در اختیار دولت قاجار گرفته شده و این کشتی تاریخی سالی یکی دو بار به هند شرقی میرفت برای تعمیر و به علت بعد از درگذشت ناصرالشاه قاجار این کشتی تجاری، این کشتی ما میگیم توپدار جنگی، قرار شد که در خود ایران این تعمیراتش انجام بشه. این کشتی در سال 1385 به کمک کارکنان پرسنل نیروی دریایی و اداره میراث فرهنگی گردشگری از آب شناور شد، لایروبی شد و به مدت دو ماه کار شبانه روزی
به موزه دریا و درنوردی انتقال داده شده و همچنین میدان تجهیزات داریم که تجهیز شده از شناورهای سطحی و زیر سطحی، همچنین شناور هواگراف و شناور والفجر. زیر دریای اصابهات داریم اینجا و همچنین لانچر موشک هارپون که رو ناو موشک انداز همیشه قهرمان پیکان نصب بوده و همچنین لانچر موشک اوزا عراق که لانچرهایی هستن که تو خود این مجموعه نگهداری میشه و برای عموم بازدید کنندگان به نمایش داده میشه. این عمارت کلاهفرنگی که گفتیم در سال 1885 میلادی قریب 1858 میلادی قریب 160 سال پیش بنا ساخته شده، به مدت 78 سال مستعمره انگلیسی اینجا بودن، 73 سالی که تحویل خود ایران بوده، بعد به تحویل واگذار شده به نیرو دریایی و 10 سال هم هست که به نام موزه شناخته شده و برای عموم آزاد بازدید. بعد از معرفی موزه دریانوردی و اون فضاهایی که داشت، موزه دیگه‌ای که مرتبط به تجارت دریایی هستش رو قرار بهتون معرفی کنیم که بحث تجارت رو بیشتر روش مانور میده و فضاهایی که به هر حال در این فضا قرار گرفتن. اون بخش بیشتر بخش نظامی بود، خب قبلا کنسولگری کشور انگلستان و بعد هم تجهیزاتی که اونجا بود تجهیزات جنگی بود، اما در حال حاضر ما در فضای قرار میگیریم که بیشتر به شغل مردم بوشهر ربط داره. اما استاد کنین عزیز همراه ما هستن، استاد دانشگاه و همینطور مسئول موزه و نمایشگاه تجارت دریایی. سلام علیکم، بینندگان همسفر داشته باشیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه همسفر، بنده کنین هستم، مسئول سرپرست موزه تجارت دریایی خلیج فارس در بوشهر. بسیار عالی. برامون توضیح میدین که ابتدا ساختمون رو معرفی بکنید، چون من ساختمون رو هم که نگاه میکنم قدیمیه. برامون توضیح بدین الان در کجا هستیم، دقیقاً کجای بوشهر و ساختمون به چه دوره‌ای برمیگرده و بعد هم انشالله تک تک فضاهایی که میشه معرفی کرد و ببینن کار معرفی کنیم. این ساختمان در حقیقت بناش مربوط هست به دوره قاجار، دوره ناصرالدین شاه قاجار و در حقیقت مالکش حاج ابوالقاسم شیرازی یا ایرانی هستند که از جوانی وارد بوشهر شدند و به امر تجارت پرداختند. ساختمان خیلی بزرگتر از این هست که شما ملاحظه فرمایید، یعنی حدوداً 3430 متر زیربناش بوده. قسمت عمدهش در تعریض خیابان و ایجاد اسکله از بین رفته و این در حقیقت اصل ساختمان 3-4 طبقه بوده و در حقیقت معمارش آقای موسی کاشی هست. الگوش هم بر اساس الگوی آلی قاپو ساخته شده و مسکونی تجاری بوده و دری که پشت سر من هست دقیقا کنار دریا باز می شده و حالا مال تجاره از این در به بیرون هدایت می شده و عرض کنم بزرگتون که تمام خاندان ایرانی و افرادی که باشون کار میکردن در همین به اصطلاح امارت سکنا داده شدن. سه دری رو ما داریم باز اینجا میبینیم که سه دری نشانگر معماری بسیار خوب هست و بحث قرینه. آنچه که در طرف چپ من میبینید دقیقا در سمت راست من هم هست. فضاهای معماری قدیمیمون خوبی و زیبایی و قشنگیش دقیقا به قرینه سازی ها بوده و شما فضاهایی رو میبینید که با توجه به اینکه تکراری هستن ولی متنوع و زیبا ساخته شدن و فضایی که الان هست حدود 180 سال از قدمتش میگذره. اینم خدمتتون عرض بکنم در تایید فرمایش شما، اینجا که ما هستیم بافت مرکزی شهر بوشهره
و بافت مرکز شهر بوشهر از 4 تا محله تشکیل شده: محله بهبهانی، محله دهرشتی، محله کوتی و محله شنبدی. این قسمت که در حقیقت در میشه گفت که آغاز شبه جزیره بوشهر هست، در محله بهبهانی هست. خدمت شما عرض بکنم شبه جزیره بوشهر حدودا 18-19 کیلومتر طولشه و حد اکثر 6 کیلومتر عرضشه. ما در این کنار بندر در حقیقت اول شبه جزیره هستیم، انتهاش هم میرسه به بندرگاه و اونجایی که نیروگاه اتمی هست. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. وارد اتاق‌های نمایشگاه تجارت دریایی میشیم، اشیایی که داخل اون اتاق هست رو بهتون معرفی میکنن جناب کنانی عزیز و از فضاهایی که هست براتون خواهیم گفت. پس همسفر ما در سفر امروز باش. این غرفه ای که الان درش هستیم، عرض کنم حضورتون که هم تاریخی هست و هم تجاری هست و هم سنتی. قسمت تاریخیش ما یه مقدار اشیاء یافته شده در منطقه ریشهر داریم که برای اطلاع عزیزانم بگم که در حقیقت قسمتی از اون مربوط به دوره تمدن ایلام هست. همونطوری که شاید اطلاع داشته باشید، تقریبا آخر قسمت‌های استان بوشهر آخرین در حقیقت حدود تمدن ایلام محسوب میشه و ما این جامی که در اینجا گذاشتیم برای مشاهده بیننده هامون مربوط هست به بندر لیان هست. قسمت‌های دیگری که در این غرفه ما داریم، عرض کنم حضورتون که اسناد تجاری ما هست که با هند، انگلستان، کشورهای دیگه ما اینا رو به معرض نمایش گذاشتیم که بعضی‌هاشون خدمت بالای 150 سال هست. در حقیقت این موزه شناسنامه بوشهر هست. حتی ما اسناد مربوط به 1896 میلادی هم در اینجا داریم. بعد از اون یه مقداری عرض کنم حضورتون که از اسناد دوره قاجار هست که مخصوصاً پولهایی که در این دوره چاپ می شده در دوره ناصرالدین شاه فقط مخصوص بوشهر بوده و به پشتوانی عرض کنم حضورتون که این به اصطلاح تاجران و ثروتمندان بوشهر که همشون به دولت مرکزی کمک میکردن این پولها چاپ میشده. یک چک هست در اینجا که نمودار این هست که اولین چک در ایران در بندر بوشهر عرض کنم حضورتون که صادر شده و این به دلیل این هست که این بندر مهمترین مبادی ورودی کشور محسوب می شده. همطور که خدمتون عرض کردم تاجران بوشهر در حقیقت می شود گفت که کمک به دولت مرکزی می کردن. در این بندر حدودا 10 کنسولگری وجود داشته و تمام نمایندگی های شرکت های خارجی هم در بندر بوشهر حضور داشتن. چیزی که هم که اینجا هست خرده سفاله های کم نظیری هست که از جزیره خارگمون به دست آوردیم که جزیره خارگ به تنهایی میتونه 4000 سال سابقه تاریخی داشته باشه. یه گوشه از موزه ما این شناورهای سنتیمون یا به عبارتی که لنج هامون هست که متنوع هست، یعنی انواع و اقسام لنج های تجاری اون زمان که سفرهای دوردرازی به چین و هند و شرق افریقا یعنی زنگبار داشتن و ما بعضی از این شناورها از روی عکس ها بازسازی کردیم، چون الان دیگه درست نمیشن و ساخته نمیشن. به همه جهت ما اینو شناورهامون که با یک بادبان، دو بادبان، سه بادبان هست اینجا به مرز نمایش گذاشتیم. یک چیز دیگه که اینجا باید خدمت شما عرض بکنم
سنگ‌هایی هست که الان به ظاهر سنگ ولی در حقیقت این به در حقیقت لنگر هست. میشه گفت که این سنگ‌ها یه زمانی لنگر بوده، به جای فلز استفاده می‌شده که حالا به صورت بزرگ یا کوچک در اینجا دیده میشه. یک قسمت از موزمون هم تزیین شده از بندرهای کوچکی که در خود بندر بوشهر، یعنی شبه زیر بوشهر وجود داره. به اطلاعاتون برسونم که این شبه زیره که من خدمتتون عرض کردم 18-19 کیلومتر طولشه، حد اکثر 6 کیلومتر عرضشه، غیر از بندر تجاری بوشهر که ما نزدیکش هستیم 6-7 تا بندر کوچکتر سیاری هم داره که ما عکس بسیاری از این بندرها را اینجا تزیین کردیم. به اضافه این که طرز ساخت لنج، طرز ساخت گرگور که یک وسیله صید هست، تعمیر اینها و حتی طرز به اصطلاح صید ماهی به صورت انفرادی و در حقیقت مجتمعی از این بندرهای کوچکی که اینجا هست و مشاغلی که مردم در این بندرهای کوچک انجام میدن مشخص کردیم. ضمناً 3 تا نقشه شاخص مهمی که ما اینجا داریم که در اکثر نقاط ایران پیدا میشه و جنبه بین‌المللی هم داره، نقشه تاریخی عبدالله ادریسی که از برجستگان جغرافیدانان عرب و نقشه استخری و نقشه ابو ریحان بیرونی، هر سه اینجا به مرز نمایش گذاشتیم که اینا نشون دهنده اینه که دریای فارس، بحر فارس و غیره در این نقشه ها نوشته شده. در غرفه بعدی که غرفه صرفاً تجاری ما هست، ضمن معرفی 3 تا از ناخداهای به نام بوشهر، یعنی ناخدا ابراهیم دریایی، اولین کاپیتان کشتی پرسپولیس در دوره ناصرالدین شاه، ناخدا عباس دریانورد، اولین کاپیتان کشتی مظفری در دوره مظفرالدین شاه، و همچنین ناخدا ارشد که کاپیتان کشتی مازندران، اینا اواخر دوره قاجار و اوائل دوره پهلوی بودند. ضمنی که تعدادی از تجاران ما قبل از انقلاب اینجا ما تصویراشون به معرض نمایش گذاشتیم که خیلی هاشون رحمت خدا رفتن، فقط این تصویر آقای مهربان هست که از تجار به نام بوشهر هست. تعداد زیادی از تجاران بوشهر در قبل از انقلاب، یعنی 40-50 سال 60 سال قبل از انقلاب که در این لیست ما آوردیم، که تعداد قابل توجهی از کلیمی های مقیم بوشهر، یا ارامنه مقیم بوشهر و نمایندگی های کل شرکت هایی که در اون زمان فعال بودن اینجا را به نمایش گذاشتیم. در یک ستون دیگه اومدیم از ناخداهای به نامی که سفرهای دور دراز دریایی در اقیانوس هند، یعنی هم هند و هم شرق افریقا زنگبار مسافرت می‌کردن، اینجا نصب کردیم که انشالله بیشتر از این هم خواهد بود. و در گوشه دیگه از این موزه تصویرها و عکس‌هایی که عکاس پژوهشگر سوئیسی آقای والتر از بوشهر گرفته ما اینجا به نمایش گذاشتیم. ضمن اینکه در گوشه دیگه از موزمون یافته های باستانشناسی در باستانشناسی دریاییمون که به همت آقای پروفسور نبی پور و آقای دکتر مشایخی جمع آوری شده، با عکس هایی که خودمون از زیر دریا گرفتیم به نمایش گذاشتیم. یک قسمت از موزه ما مربوط هست به ابزار لنجسازیمون
که لیسازی سنتی که از دوره نادر تا حالا توی این ابزار هیچ تغییری نکرده، فقط استثنا مثلا اره‌ها برقی شده و فرم کشتی ها از اون حالت چوبی به فایبرگلاس در اومده. و عرض کنم حضورتون که یه تعدادی ابزار صید و صیادی هم به نمایش گذاشتیم. توی یه قسمت دیگه از این موزه ما یکی از روزنامه هایی که از چندین روزنامه قبل از انقلاب مشروطیت بعد از انقلاب مشروطیت یکی از روزنامه ها گذاشتیم که همراه با تصویر هست، که این روزنامه مربوط به سال 1320 قمری، یعنی تقریباً میشه گفت که 120 سال پیش، عرض کنم حضورتون که ما به نمایش گذاشتیم. اگر اشتباه نکرده باشم 1320 که بله 120 سال پیش این روزنامه به مرز نمایش گذاشته که خبرهای 4 تا محل بوشهر، یعنی محله دهدشتی، محله کوتی، محله شنبلی و محله بهبهانی که ما خودمون الان در محله بهبهانی هستیم به نمایش داره. در طبقه دوم نمایشگاه تجارت دریایی هستیم، فضایی که به هر حال اختصاص داره به بخش دیگه از اشیایی که داخل این موزه قرار گرفته، همینطور به معماری اینجا میتونیم اشاره کنیم، سقف چوبی و شیشه های رنگی که ما در خانه های قدیمی و تاریخی شهر بوشهر میتونیم اونها رو ببینیم. در این قسمت استاد بفرمایید چه اشیایی هستش و به چه شکلی؟ در این قسمت از غرفه ما اول اختصاص داره به در حقیقت صاحب اصلی این ملک، آقای حاج ابوالقاسم شیرازی یا ایرانی، که قسمت‌هایی از به اصطلاح دفتر تجاری ایشون منتقل شده به اینجا. ایشون عرض کردم در دوره ناصرالدین شاه به بوشهر میاد و صاحب کشتی میشه و حتی در بحرین و در کربلا و در کاظمین مدرسه میسازه. ایشون الان نواهاش اینجا تجارت دریایی دارن و از کل ساختمان اینها در حقیقت هدیه کردن به موزه و الان البته این ملک در اختیار اداره بندر و کشتیرانی هست. یک قسمتی از داخل همین موزه ما یک سندی داریم در رابطه با اولین تلفن مغناطیسی که در بوشهر ایجاد شد در سال در حقیقت میشه گفت که 110 سال پیش، که اولین شمارش در حقیقت امتیازش آقای حاج ابوالقاسم، یعنی اولین تلفن و اولین شماره اختصاصش به اختصاص داره به ایشون، که دومی شمارش هم مربوط به حکومت هست که در دوره قاجار بوده. جالب اینجاست اول ایشون گفته بعد حکومت. بله قبضش هم وجود داره، قبض 1331 هجری قمری، این 109 سال پیش هم اینجا وجود داره. در یک قسمتی از این موزه ما ضمن اشیاء قابل توجهی که ملوانان ناخداها از جاهای از هند یا آفریقا می آوردن، مثل خمره ها، مثل عرض کنم حضورتون که ابزاری که مواد غذایی توش هم می شده اینجا کار گذاشتیم، یک کشتی بازی کشتی سنتی دیگه هم اینجا ما گذاشتیم. و از همه اینها مهمتر این که در این قسمت دستخط ناخدا عباس دریانورد، کاپیتان شهیر ما که ضمناً نوحه خونم بوده برای مردم بوشهر، اینجا گذاشتیم و کتابی که شرح حالش آقای دکتر مشایخ نوشته هست، ضمن که تعدادی از کتاب‌های مشهوری که بوشهری ها نوشتن مثل کتاب دریانوردی ایرانیان که آقای اسماعیل رائین نوشته
که به هر حال شاخص‌ترین کتابی از اگه کسی میخواد راجع به دریانوردی مطالعه بکنه کتاب ایشون بخونه. کتاب الفوائد هست که مربوط به ابن ماجد هست. جالبه که ایشون عرب ساحل خودمون هست و راهنمای واسکودگمای پرتغالی بوده. و جالبترین چیزی که استاد من بعد خدمت شما عرض بکنم کتاب تاریخ هند و چین هست، یعنی از سین و الهند، که نویسندهش سلیمان تاجر سیرافی هست. این آقای سیرافی که مال بندر سیرافمون بوده 400-500 سال قبل از مارکوپولو وارد چین شده. متاسفانه عده زیادی از مردم ما نمیشناسن، ولی همه مارکوپولو را میشناسن. بله، اینم عدم تبلیغاتی هستش که به موقع داده نشده. صحبت پایانیتون هم بشنویم. فقط این من نکته هم بگم که این آقای ولتر سوئیسی که عکس‌های زیبایی از بوشهر گرفته، این هواپیماش هست که با این هواپیما تک مطاره. در پایان خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که انشاءالله اگر تشریف آوردید بوشهر، حتما از این موزه تجارت دریایی که شناسنامه واقعی بوشهر از 100 سال گذشته به این طرف است، حتما ببینید. بله، خیلی ممنون، تشکر از توضیحاتتون. وقتمون خیلی زیاد نبود، وگرنه اگه بخوایم به تک تک این آثار بپردازیم و جاذبه ها رو معرفی بکنیم و اشیاء رو حتی در همین موزه بخوایم معرفی کنیم، خب ساعت ها وقت میطلبه. ما داریم اشاره بهشون میکنیم، بهتون معرفی میکنیم تا شما وقتی به شهر زیبای بندر بوشهر اومدین خودتون از نزدیک بیاین و ببینین و لذتش رو ببرین. تا فردا سوژه دیگه، خداوند مهربان یارو نگهدارتون.